جناب آقای منصوری و آقای ابوالفضلی، جناب آقای محمدرضا ابوالفضلی و جناب آقای کاظمی که دوباره موفقیم پس با داوره الیت ما. خیلی متشکرم از سایکانده محترم برنامه. آقا همه رو گفتیم که واقعا تلاش تیم داوریه. خطا نشد؟ خیر، از قدرت بدنی بیشتری بازیکن اوبی استفاده می‌کنه، از کنار با همدیگه چالش بکنن برای تو ادامه بازی. پس اینجا تصمیم درسته، کاملا درسته. اینجا صحنه بحث برانگیز دیگه. خدمت شما عرض کنم که هند گولسیانی خیلی ها میگن شما. البته که من نظر جناب آقای سفیری و ترکی که اتفاقا اونها هم ناظر در ایف سی هستن رو هم مطالعه میکردم، گفتن نشده، ولی نظر شما کاملا مشخصه. اگر یه تصویر یه مقدار عقبتر اگر نگه بتونیم نگه داریم، من یه توضیح بدم خدمتون. اینجا این تو اگر مستقیما به اون دستی که الان دست راست غیر طبیعی بازه، حجمش خالص مستقیم میخورد در اینکه پنالتی بود، هیچ شکی نبود. قانون چی میگه آقای؟ قانون میگه وقتی به بازیکن، به بدن بازیکن میخوره و دفلک یا کمونه میکنه، اگه دستگیری در شرایط غیر طبیعی نیست، ادامه بازی. شما ببینید چه زمانی تو به دست بازیکن میخوره، ادامهش اگه ببینیم بریم ادامه، در حین سرنگون شدن بازیکن دستش که میکنه توپ میخوره به دستش، از پشت توپ بیاد میخوره، بعد به تامین ادامه بازی. پس هند نبود، توپی که به پای بازیکن، یکی از صحنه هایی بود که آقای بله. ساپینتو اعتراض داشتن، بازیکن ها هوادارا اعتراض، توپی که به پای بازیکن میخوره و دستش هم حالت دیگه طبیعی داره ادامه بازی. آقای سفیری، آقای تورتو با همکار من در ای اف سی هستن، به طب آموزشی که ما داریم در آسیا میبینیم هممون یکسانه. اگر اینها هم، این افراد، این عزیزان هم این نظر دادن، کاملا درست، من چیزی که خوندم نظرشون کاملا درست گفتن. بله، پس شما هر سه نفری که در ای اف سی ناظر هستید میگید که هن نبود، به هیچ عنوان به پای بازیکن میخوره و در ادامه دست شرایط غیر طبیعی نداره که بهش بخوره. خیلی هم خوب، بریم سراغ صحنه بعدی. علی اگه مستقیم میخواد آقای توتون چی؟ پنالتی بود. پنالتی بود. بله. چون حجمش خال کرده بود. بله بله، غیر طبیعی اون دست. غیر طبیعی بود. ولی بله. میخوره در آخر لحظه که دستش داره دیگه، بازیکن دستش جای دیگه نمیتونه ببره. بله. داره جمع میکنه. تصمیم درسته آقای پیام ایدری. این صحنه بعد اینجا خطا نبود، کارت نداشت. آقا خیلی روی این صحنه گفتم باید مثلا کارت قرمز میداد داور. با توجه با استاک روی کفش بازیکن میاد، حتما کارت زرد داره. کارت زرد. بله، اعلام خطا. زرد باز داد مستقیم. و باید یک ببینید بازیکن اصلا کاری به توپ نداره، فقط رنگ کارت، کارت زرد برای بازیکن آقای محبی، کارت زرد کاملا خیلی کارت حالا خطا اعلام نکرده بودن که... ظاهرا یا نه عدیدشون دور مونده بود. بریم صحنه بعد. اینجا خطا و کارت درست بود، خطا میگیرن و کارت زرد میدن. اگر خطای آبی بوده باشه به دلیل جلوگیری قطع حمله مؤثر بایستی کارت زرد بگیره، جدا از اینکه چه خطایی داره انجام میده و با بی احتیاطی باشه. بله ببینید اینجا بازیکن خطای عارف غلامی از این زاویه که مدل میبینی، عارف غلامی یه جام مدعی بود که اینجا نگاه کنید، ادامه اگر نگاه کنید تصویر نشون میده که بازیکن قرمزه که بازیکن آبی رو داره میگیره و آره. خودش رو سرنگون میکنه. خب چی میشه اینجا؟ به تب خب خطا خطای قرمز بوده، خطا خطای کمک داور شد در زاویه دیده خوبی نش ببینید کاملا و بازیکن هم نشون میده پیراهن آبی که پیراهن منو گرفته بازی کنه. بله بله. ببینید کاملا مشخص. اعتراض فکر کنم پیراهن من کشید. دوچاره عدم دید مناسب تمرکز و دید. نه اصلا تشخیص ندادن، چون نه. از دور هر کس میبینه بگم آبی خطا کرده. نمیتونستن کمک اون بر کمک دوبر میتونست. میتونست کمکش کنه. زاویه بهتری داشت. بله. خب بریم سراغ صحنه بعد. پس این تصمیم غلط و اشتباه. خطا درست بود آقا. رو صحنه ای که پریدن روی حریف با محبی. دست راست کاملا رو گردن بازیکن نیروی اعمال میکنه، بعد به توپ ضربه میزنه، این ضربه آزاد مستقیم دانیال اسماعیلی به ضرر تیم محمد. بله خطاست، پریدن رو حریف. بله خیلی هم خوب خطا گرفته شد. ما نمونه اینم تو دیگ هفته گذشته داشتیم که آقا اینجا خطای کدوم بازیکن بود؟ ساپینتو هم میگه سرش آورد پایین بازیکن پرسپولیس. من قبل میتونم تصویر یه لحظه توضیح بدم؟ بله همینجا نگه داری؟ اینجا تصویر رو نگه دارم، یکم عقبتر اگر بیارم برای من اگر بریم ممنون میشم شما توضیح بدین. آقا من این سوالی که شما فرمودید، چون یه زمانی که داور بودم یادم که تو آبادان قضاوت میکردم، بله آقای یادش بخیر ناصرخان حجازی همین سوال از من کردن. خب آقا مراد وقتی بازیکن سرش میاره پایین و یه بازیکن داره توپو میزنه، اون فوتبال بازی فوتبال دیگه بله. اینجا سرده. اگر نگاه کنید بازیکن آبی مالکیت توپو داره. آها. این بازیکن قرمزی که داره خطرناک بازی میکنه، برای خودش داره خطر ایجاد میکنه با آوردن پایین سرش. خب پس اعتراض ساپینتو درست بود دیگه. بله اینجا بازیکن قرمز خطا کرده، به در بازی خطرناک اینجا خطای برای حریف که برای خودش داره خودش. بله. خطای بازیکن استقلال گرفته میشه. بله
چون اساسا فوتبال ما بهش میگیم دیگه، بازی با پا، بازی با اینجوری. ایشون بیش از حد سر تابورت میبره، خطرناک بود. اعتراض ساپینتو لب خط، حالا در ادامه مشخص درست بود. بله اینجا بازیکن قرمز خطا میکنه. ببینید بازیکن آبی داره توپو میزنه. اینجا برعکس بازیکنی که بی احتیاطی میکنه و حالا نمیخوام کاری بی احتیاطی استفاده کنه، یعنی بازی خطرناک انجام میده برای خودش. بله. برای سلامت و بازی خطرناک برای حریف نیست، برای خودش هم. سوال اینجا این برخورد چه گرفته دوستان نگه دارین. من میدونم که به هر حال سلامت بازیکن هم مهمه، بله، مخصوصا وقتی ضربه به سر میخوره. بله این هم شاید مثلا آقای پیام ایدری بازی رو نگرد داشته که بگه آقا مثلا سلامتی بله، سر و بعدش یه تصمیم، چون به ضربه به سر خورد. آره دیگه، اینم به حال جزء قوانین، حتی داور تشخیص بده که سر به دیگه جدیه، مخصوصا رو ضربه سر بهتر که بازی متوقف بشه. خیلی خوب، پس این اشتباه نه بازی خطرناک کاملا توسط بازیکن قرمز داره. پس اعتراض ساپیتو درسته و بعد من این متن قانون خدمتتون دارم میگم. متشکرم از شما که متن قانون رو اشاره میکنید. صحنه بعد پنالتی نشد آقا، همینجا بود فکر کنم، یامگا دیگه مصدوم شده دیگه، نتونست ادامه بده برخوردش با مهدی. آقای توتونچی عزیز، دوتا بازیکن برای توپ میرن، اگه نگه دارید بازیکن آبی زودتر پاشو بالا میاره، بازیکن قرمز میاد بهش میخوره، ادامه بازی. آها، به هیچ نمیتونه این اصلا تصمیم درست خطایی انجام نده، بازیکن آبی زودتر پاشو آورد، اون بازیکن پرمه ایداریم خیلی نده، بله اومد توپو بزنه خورده بازیکن آبی، ادامه بازی، پنالتی نیست. اینجا چی؟ اینجا باز استقلالی ها اعتراض داشتن، مشخص روسکو خطای بازیکن استقلال. بله بازیکن آبی پاشو درست میذاره پشت پای دروازه بان. آره این نوشته یه مقدار کار ما رو سخت می‌کنه. آره نوشته کارمون رو سخت می‌کنه. حالا اینجا مشخصه. منم ادامه ندم، یعنی خطای بازیکن استقلال بازی نبود. در بازیکن کاری انجام، بازیکن آبی که پاش می‌ذاره پشت پای بازیکن، بعد خیلی خطای مستقیم، یعنی ضربه بازی به اینجا. پس خطای بازیکن استقلال بازی بود. بازیکن آبیه، بله. پس تصویر داور درست. بله کاملا درست گرفت. صحنه بعد اینجا هم که یه صحنه کشتی و 4 امتیاز. بله 4 امتیاز. با توجه تو استادیوم از بالا میزنه فن آقا تو سیتی، اصلا نیاز به تکرار برای من نیست، چون تو استادیوم بودم. بله کاملا مشخصه بازیکن قرمز خطا میکنه، تصمیم داور. بله بازیکن میگیره، در ادامه بازیکن واکنش نشون میده. بله خطا برای تیم استقلال بود اعلام میشده و به درستی هم گرفته شده، داورم همین تصمیم. بله بازیکن قرمز نگاه کنید، کاملا با کفش داره بازیکن های منصوری هم وارد میشن و کاری بسیار خوب کمک داره که از این نمیده دوتا بازیکن درگیر بشه. بله میدونن چیکار باید بکنن و اینجا خطا به سود پرسپولیس گرفته میشه. خطا درست بود؟ پای راست بازیکن و زانوش میخوره پشت پای بازیکن. بله دیگه این صحنه مشخصه، کاملا مشخصه خطاست. بله پای شاید راست عمری به پای زانوش به پای بله بازیکن آبی پایین پایین تنر اگه بله نگاه کنی مشخصه، زانو رو اگه ببینی اینجا ضربه میخوره. بله پس به پشت پای پای داری درست. بله ضربه زد مستقیم. بله کاملا خطاست. اینجا چی آقا؟ خطای هند درست بود؟ اینجا داور آوانتاژ میده. بله. که به نظر من نباید میداد، چون باید بازی متوقف میکرد، چون تیم صاحب موقعیت نشد از این آوانتاژ و در ادامهش اینجا باید خطا میگیره. وقتی خطا نمیگیره در ادامهش اینجا میشه هند، تو کاملا با دست کنترل میکنه محمد مهدوی. پس درست بود، خطای درست بود، اینکه شما آوانتاژ، ولی حالا که آوانتاژ داده نباید به حال شما بایستی اعلام خطا. بعد اونجا 90 آوانتاژ به خطای کیو بعد میگرفت؟ خطای بازیکن قرمز. قرمز بله، ولی خب آوانتاژ داد چون همدسته توپو گرفته بود، ولی بلافاصله اون اتفاق افتاد. بعد میتونست برگرده به خطای اولی، بعد میتونست برگرده به خطای اولی. دقیقا نکته درستیه، چون در کسری اصلا ولی هند کاملا محرز بود که آگاهانه از دستش استفاده. پس تصمیم آقای پیدری درست بود، صحنه‌ای که سوت زدن. بریم سراغ صحنه بعدی. اگه یک کم برگردید به عقب ببینید که وقتی حمله میکنن اون دفاع وسط استقلال اشتباه میکنه، هافک پرسپولیس میگیره، فکر کنم فلک بود. بله. بعد پاس میده ترابی، ترابی یه پاس عمق عالی، یعنی واقعا از اون پاسایی که ده امتیازی تو ارزش گذاری پاسا بالاترین امتیاز داره. دهو میگیره دیگه آقا. بله. و اونم دیگه بعد اون خلاقیت ضربه آخری که گفتم در مورد ایسا اینطوریه. بله. که نشون میده تو سر توپ میزنه و واقعا اونجا یه کار فردی بسیار بسیار سطح بالا ایسا انجام میده و گل میزنه. مهدی ترابی همون موقعی هم که مثلا جوانان سایپا بود که من آوردمش بزرگ، همون موقع هم همین کیفیت رو داشت، شاید به این پختگی نبود ولی یه بچه بسیار بسیار خلاق بود، مخصوصا تو دادن پاسای آخر فوق العاده خلاق، پا به تو پاش خوب بود و اصلا من تعجب نمی کنم که اون انقدر خوبه. با توجه شناختی که داره حتی قدنه. من انتظار اینو داشتم که خیلی بهتر از اینا پیشرفت بکنه، چون
کاملا ظرفیتشو داره. و در مورد یامگا و بیرون رفتنش و اینکه یه تعویض ناخواسته برای سرمربی محترم استقلال ساپینتو و در نهایت خیلی آواز میگن که در نتیجه بازی عدم حضور یامگا تأثیر داشته، شما چقدر موافقید؟ در هر صورت اینا مهمه. ببینید تحولاتی که تو بازی به وجود میاد، اون تحولات میتونه یه طوری باشه کارو برای شما راحت کنه یا اینکه کارو برای شما سخت کنه. زمینی که ما صحنه به ثمر رسیدن گل رو هم داریم میبینیم و البته که توضیحات شما، رفتن یامگا کارو سخت کرد برای موافقین پس. بله برای استقلال کلا. میدونید من این بازی رو واقعا بازی با کیفیت میدونم. به نظر من با هر دو تیم کسی نبود که بخوایم بگیم الان بخوایم بگیم اون ضعیف بازی کرد. واقعا نبود، همه خوب بودن. نه اینکه همه خوب بودن، ولی بازیکن ضعیف نداشت. پس بهترین، ولی تو استقلال به نظر من پیمان بابایی نیمه اول خیلی موثر بود. یه جمع الان داشتیم پشت صحنه صحبت میکردیم، گفتیم من... شاید اگر پیمان بابایی تعویض نمیشد. من به اعتقاد خودم، نظر شخصی نظر شما خودم اون میگم که اگه من بودم هیچ وقت اونو تعویض نمیکردم، چون فوق العاده موثر داشت بازی کرد، خیلی پرتحرک. بعد یه بازیکنی هم هست که اطراف محوطه چون قابلیت عبور داره، بعد یه خلاقیت های مخصوص به خودش هم داره، استارت های درجاش فوق العاده قویه. اینا تو محوطه و اطراف محوطه این نوع بازیکن ها به درد میخورن. یعنی شما اینا رو باید نگه دارید تو لحظه. برای همین میگم مثلا اگه من بودم شاید اول متحری رو میذاشتم بعد اینو میآوردم. به اعتقاد من این میتونست راهکار بهتری باشه. و بهترین بازیکن پرسپولیس، پرسپولیس به نظر من بیرام بود. اگه بخوایم بهترین رو بگیم، یه نفر رو بگیم، صرفا به خاطر اینکه بازیکن گل میزنه. اگر نه شما ببین مثلا ولسیانی خیلی خوب بازی کرده بود، خیلی خوب بود. سلک خیلی مفید بازی کرد و ایسا هم که اومد اصلا نتیجه رو عوض کرد دیگه.